به شما عزیزان وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که مصرف چای داغ چه عوارضی رو برای مادر پی خواهد داشت. نوشیدن چای داغ مخاط گوارشی به ویژه مخاط مری را آماده پذیرش مواد سرطانزا می کند و به همین علت در کشورهایی که عادت به مصرف چای دارند میزان ابتلا به این سرطان بیشتر است. سرطان مری ششمین سرطان منجر به مرگ در جهان میان مبتلایان به انواع سرطان ها در جهان و چهارمین سرطان در کشورهای در حال توسعه است. اما متاسفانه در بین کشورهای پرخطر ایران دارای بالاترین میزان سرطان مری در جهان است. دکتر اسلامی محقق مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاران وی تحقیقی بر روی حدود 50,000 نفر در منطقه ترکمن صحرا انجام دادند. این افراد چای را در حالی می نوشیدند که درجه حرارت آن بیش از 70 درجه سانتیگراد بود. استان گلستان در شمال ایران که بخشی از ترکمن صحرا است دارای یکی از بیشترین نرخ مبتلایان به این بیماری است. این در حالی است که مصرف سیگار و نوشابه های الکلی که از عوامل مؤثر در سرطان مری است در این استان پایین است. اما نوشیدن چای داغ عادت معمول تمام ساکنان استان گلستان است. در این استان زنان نیز به همان تعداد مردان به سرطان مری مبتلا می شوند. باید توجه داشت که سرعت نوشیدن چای و نه میزان مصرف آن در بروز سرطان مری نقش دارد. تا کنون ارتباطی بین مقدار چای مصرفی و خطر سرطان مری دیده نشده است. اما تحقیقات تیم ایرانی نشان می دهد نوشیدن یک فنجان چای در ظرف مدت کمتر از 2 دقیقه پس از ریختن آن خطر سرطان مری را در مقایسه با چایی که 4 تا 5 دقیقه پس از ریختن نوشیده می شود 5 برابر افزایش می دهد. پژوهشگران امیدوارند این یافته‌ها به درک اینکه چرا در میان بعضی از جامعه‌های غیر اروپایی خطر مبتلا شدن به سرطان مری بیشتر از کمک کنند. نوشیدن چای بخشی از بسیاری از فرهنگ هاست. این تحقیقات مسلماً نشان نمی‌دهد که صرف نوشیدن چای بد است، بلکه این تحقیقات فراهم آورنده که شواهد بیشتری در این باره است که خوردن و نوشیدن غذاها و نوشیدنی‌های داغ به طور منظم می‌تواند خطر ابتلا به سرطان مری را افزایش دهد. سخنگوی مطالعات سرطان در بریتانیا میگوید با بیان این مطلب به بی بی سی میگوید در شمال ایران مردم به صورت عادت روزانه چای بسیار داغ می نوشند. ما بریتانیایی ها هم عادت به نوشیدن چای داریم ولی معمولا آن را با افزودن کمی شیر سرد می کنیم که در نتیجه چای آنقدر داغ نیست که خطر سرطان مری را افزایش دهد. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.